در مورد این ابزار به اصطلاح سلایس تو فیلم ویدیوی قبل یادم رفت بگم، وقتی یه ناحیه رو رسم میکنی بعضا پیش میاد که این ابزار نرسیده به این آخر و خیلی عجیب، مثلا تو میبینی 1 2 3 ولی اینجا نوشته 4، یعنی اینجا داره عدد 4 رو به تو نشون میده. دلیلش اینه که این خوب مچ نشده اینجا، ببین فاصله داره. برای اینکه اینو درست کنیم، این اسلایس اینجا یه اسلایس سلکت داره که باش میتونی درست کنیم. استاد این نقطه ها رو میشموره چیز میده؟ ناحیه ها رو میده. ناحیه دیگه، سه ناحیه داریم، 1 2 3 سه شد. آها فهمیدم، من تو اونجا هم همین فکر میکنم، این یه ناحیه، این خطی که جدا کرده اینو، اینم سه بومی. خب حالا میریم سراغ انیمیشن های جی آی اف که باز فتوشاپ تولید میکنه و برای وب هستش. من جایی نیو میزنم، قسمت فنی کار وبسایت به من میگه، الان که دیگه برای تلگرام هم مود شده که درست بود، مثلا میگه یه انیمیشن برای ما درست کن 320 در مثلا 105. شما با دی پی آی 72 و RGB درست میکنیم، میشه این سایز. مثلا گوشه یه سایتی میخوان بذارن، یه کاری میخوان، برنامه شون چیه؟ میگن مثلا یه نوشته از این ور بیاد بالای اکس وایز، مثلا بذار من با همین آقا درست کنم، کنترل A، کنترل C، کنترل V، کنترل T، میذارمش این کنج زنجیر، اینجا رو مثلا میکنم 20 تا، 8 میگیرم میکشم، این باید تا اینجا بشه تر، درست شد؟ خیلی خوب. پنجره لایر رو هم که داریم اینجا، خواهیم یه نوشته بیاد داخل، مثلا بیاییم با یه رنگ خیلی فلشی مثل قرمز مثلا اینجا بنویسیم که ایران سل. یعنی از کجاتون در میاریم؟ من جاشو ذهن آدم همه چی از الان جگلی جگلی نمیدونم چی ایران سل همش هم در حال ریتمه، میشه نسل سوم سرعت علکی مثلا، دقیقا سرعت علکیه بابا. خب من اینو کنترل تی میزنم، اگر دقت کنی اصلا نمیفهمم چی نوشتم. دلیلش اینه که دارم با دی پی 72 کار میکنم و اگه بخوام برم عقب کار کنم، بله حالا خوب میبینم همون سایزی که روی تن میخواد باشه، حالا تنظیم برام سخته. پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اینه که بی خیال این روش، let's move on، کنترل N بزن. درسته که بهت گفتن یه انیمیشن میخواییم 320 مثلا در 150، ولی دی پی آیشو 300 کار کن. آره 300 RGB، یعنی در محیط طراحی که فتوشاپ باشه دی پی آی 300 کار کن، خروجی رفته دو بگی. این اینو من خودم اختراع کردم. خب اینو تو میکنی چون استاد تو در دانشگاه از زهرا در دورانی من بودم. خب بله. آره بشنوید دوستان، همینطوره، خودتی تعریف کردم استاد دیگه، دورانی که آدم بخواد بفرمایید قهوه چیز اسمش خارجیه بگم میبو مبنی. آره ببینیم آبه بگو چیه طرف فرانسه اسپرسو ترک چی؟ قول ایرانی ها لاته، به قول امریکایی لاته. لاته من مادر شوهرم خیلی از این میاد. شوهره مادر شوهره. خب حالا اینجا نیستیم صدامون هم اونجا میکنیم، این هم سر
ایران سنا وقتی سرعت کم است یاد کن دادن هر نوع فوش مجاز نیست. این جمله توش ایهام داره، یعنی چی؟ اینکه ما سرعت، یعنی وقتی سرعت کمه خلاص این فوش قدر ما رو میدونی، یعنی مثلا آره ایران زرد، ایران زرد وقتی سرعت کمه است اینجا رو اینتر بزنیم یاد کن. خب آقا ما این فونت اینو یه ذره مدرن میکنیم، مثلا یه فونت خیلی خوشگل هست به نام ترافیک، اوکی یه حالا این ایران سلش هم زرد میکنیم. بذاریم اینجا شیفت بلاکش کنم، شیفت با کلیده جهت نما اروکی اینا رو بلاک میکنم. خب یه خورده هم بهش سایه میدیم، دراپ شادو اوکی. و مثلا یه لوگو میاد اینجا یا www فلان، یه دونه دیگه هم اینجا میذاریم مثلا www.saidetufani.com اوکی اینم مثلا رنگش رو میذاریم این رنگی ها میذاریم اینجا. خب حالا میخواییم انیمیشن رو بسازیم، ویندو ورکسپیس اینجا میتونیم موشن رو انتخاب کنیم، میتونیم هم کلن بریم پنجره تایملاین رو فعال کنیم. پنجره تایملاین دوتا روی کرد داره، یا به صورت زمان محوره یا به صورت فریم محور. اینی که الان میبینیم زمانه، اما اگه اینو بزنیم ببخشید این زمانه، اینو بزنیم میشه فریم. این زمان محوره، میگی هر چیزی چقدر از زمان رو بگیره که در قسمت پیشرفته من درس بدم اینم فریمه. حالا یک انیمیشن کم حجم سری این نوشته وقتی میخواد بیاد تو مثلا 5 فریم میگم بیشتر طول بکشه، پس 1 2 3 4 5 این نوشته هم میخواد بیاد 2 فریم مثلا 6 7 یک فریم هم باشه که همه اینا رو با هم ببینیم. حالا تنظیم میکنی یه زبر عقبتر که اگه دقت کنی محیطش هم دی پی آی 300 یه خورده کنده محیط تقریبا، ولی در خروجی خوب میشه. خب انیمیشن رو کلن بگیم فور ایور، یعنی چی؟ یعنی دائم بره از اول پلی کنه، نه اینکه بیاد یه بار اجرا کنه. میتونیم بگیم سه بار اجرا کنه، میتونیم بگیم یه بار یا خودمون تعیین کنیم، ما میگیم forever، یعنی همش برو اولش بیاد لوپه. الان پلی کنیم که 5 ثانیه فقط فریم اول، 5 ثانیه فریم دوم، این به درد نمیخوره. در فریم اول اگه دستتو بذاری هر کار بکنی در فریم های دیگه کپی میشه. مثلا در این فریم میایم اینجا و این ایران سلر رو کنترل تی میگیریم، شیفت رو گرم داریم میذاریمش بیرون. این درجه در تمام فریم ها رفت این www اینم کنترل تی میگیریم بیرون میذاریم تمام فریم اول. آره چون دستمون رو فریم اوله همه فریم ها کپی میشن. حالا فریم دوم من میام در فریم مثلا دوم این ایران سل رو شیفت رو میگیرم مثلا اینقدرش بیاد تو. در فریم 3 کنترل تی اینقدر بیاد داخل.
الان نگاه کن هیچ تأثیری نداره. چرا؟ حالا بهت میگم چرا. چی؟ موشن نشده که، فقط این تنظیمات میکنه که موشن این نرم افزار مثل نرم افزاری دیگه نیست. چجوری؟ که تو بیایی یه چیزی رو تکون بدیم برات حرکت کنه. مکانیسمش یه خورده ابتداییه. نگاه کن بگیران دو که نمیخوایم مثلا هیچ. این ایرانسل چند فریم میخواد بیا تو؟ 5 تا. یعنی یکیش که نیست بس 4 تا. از 4 بار کپی میگیریم. 2 3 4. اینا رو خاموش میکنیم. چیا رو؟ این 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 هر چی که باید دیده شه باید علامت چشش بشه. در فریم 2 دو رو روشن کن. یعنی چی؟ دست هم میزنم اینجا کنترل تی. یعنی هیچ با شیفت میری که صاف بره؟ آره ببین حالا اینجاست، حالا اینجاست. در فریم 3 دو خاموش دیگه، 3 رو روشن کن. کنترل تی میزنمش اینجا. در فریم 4 4 روشن کن. چرا همه خاموشن؟ چون در فریم 1 همه خاموش کرد. بیا میز میشین چی؟ درست شد؟ بله. حالا کن. البته در 3 فریم اومد. اینجا هیچی؟ اینجا؟ 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 این یکی هم اضافه کن دیگه فریم 5. در فریم 5 اینو روشن میکنیم. W رو یه ذرهش رو میاریم بالا. W یه دفعه بیاد دیگه؟ نه تایی دوتا میاریم. یکی اینجاست. در فریم 6 W روشن، اینم روشن، اما W اینم کپی گرفتی W رو؟ اینو دوباره گرفتی؟ آخ نه یادم رفت، مرسی گفتی. این W رو یه دونه کپی میگیریم ازش در فریم 6 میاریمش بالا. فقط باید حواسمون باشه، البته زیاد رفت بالا، باید حواسمون باشه قبلیش خاموش کن. اینجا هم بعدیش خاموش. یعنی چی داریم؟ او اینجا اینم خاموش. این 2 3 4 5 6 اوکی. 7 اینا روشن، ببخشید اینا روشن. اوکی نیست. چرا؟ پس جاش خوب نیست. این کجاست جاش؟ اینجا داره میره. یه بار دیگه بزن. تکس اینجوریه، نباید خیلی. از من اینو دیلیت کنم. اینجاست 5 به 6 که میرسه. این باید خاموش بشه و یکی روشن بشه. یه دونه ازش بگیری. اینجا درست 5 6 7 هم که فقط این روشنه. 8 هم که دیگه نمیخوایم کلا فریمش دیلیت. حالا ببین چی داریم. اول هیچی نداریم، این میاد جلو، یعنی این روشن، مثل که این هم اضافه است. اوکی ببین الان به این چه، به این علامت های چشم نگاه کن. در فریم 1 هیچ، فقط بک‌گراند. در فریم 2 این روشن، در فریم 3 این روشن، در فریم 4 این روشن، در فریم 5 اینجا روشن، این در فریم 6 این روشن، به قبلی خاموش. هفتم که باز همون شرایط. حالا بریم سر زمان بندی. چرا 6 و 7 دو تا نگرشتی؟ خب زمان 6 رو بیشتر کنیم دیگه، هفته دیگه نیاز بشیم دیگه، دو تا تکراریه. زمان 7 رو بیشتر کنیم نیازیست. آفرین بیا درست. فقط تو 7
اشتباه پاک کردم. اینو لایه رو پاک کردم. درست. بیا. حالا از 1 2 3 تا اینجا یه زمانی داره. اینا رو با شیفت انتخاب میکنم، زمانش رو میکنم 1. یا کن چی میشه؟ یعنی هر کدومش 1 ثانیه طول بکشه. خیلی زیاده. میاریمش اینجا میکنیمش مثلا 4 دهم ثانیه. ببین. درست؟ حالا اینجا برای اینکه تا اینجا بیاد این یه دونه هم میکنیمش حالا نیم تا آخری رو بذاریم روی 4 ثانیه. حالا بذاریم ببینیم چی شد. بعد 4 ثانیه انیمیشن باید بده از اول اجرا شه. درسته؟ اوکی. حالا خروجی میگیریم. حالا که زمان بندی هامون درست شده، لایه هایی که خواستیم و علامت گذاشتیم دیده شدن، اوکی، زمان بندی مونم اوکی شده، فوراور پلی میکنیم. زمان یه دکمه اینجا داریم که توینز میسازه. مثلا اگر ما 1 و 2 رو انتخاب کنیم اینو بزنیم، میگه چند تا توین بسازم. مثلا میگم 3 تا. توین چی بود؟ پوزیشن اوپاسیتی افکت توین میسازه، یعنی فاصله شو میسازه. ببین این تا برسه به اینجا اوپاسیتی شو اینجوری میکنه، در چیز نرمتر میشه. ببین خب بین 1 و 4 اینو زده. حالا بین 5 و 6 هم میخواییم بزنه، این دوتا انتخاب میکنیم اینو میزنه. حالا بین 9 و 10 3 تا میزنه. اضافه میکنه. آره دیگه اضافه میکنه. آره. تو این یعنی اضافه کنه. حالا 13 تا 1 رو داریم روی 0.1 ثانیه. ببینیم چی میشه. نگاه کن. بده. دیدی؟ آره. حالا اینو باید باز زمانشو کمتر هم بکنیم. میاریمش اینجا ببینیم کمتر میشه 0 1 0 مثلا 5. حالا ببینیم چی شد. حالا چه کاربرد داشته ولی اینجا الان نمیدونم. فایل نگاه کن خروجی اکسپورت. اینجا اکسپورت از این یه راشه. میگه چی میخوای خروجی بگی؟ اکسپورت از میگم GIF. اندازه خودشو داره میبینی؟ کانورت تو RGB. سایز 1ه، یعنی همون سایزی که هست. متادیتاش چی بوده؟ یه نانه؟ میشه این کپی رایت درست کنی براش، مثلا این کپی رایت منه. حالا اکسپورت آل میگه کجا ذخیره کنم. حالا ما میگیم رو فلش شما، اسمش هم مثلا میذاریم تست 1. خب ببینیم چجوری اجرا میشه. این GIF این الان اینجا اجرا نمیشه. روی میام یه دونه مثلا اینترنت اکسپلورر را میندازیم، میگیریم کش میندازیم اینجا. دسته هم شید این اکسپلورر از بچی ما را از یاد میکنم. گوگل کروم استاد فال اینجوری نبود که باید سنم اجرا میشه. خب این اکسپورت ما اینجا اکسپورت از اگه میگیریم توی گرفتن انیمیشن یکم مشکل داره گاهی. چه مشکلی؟ این رو عکس فرض میکنه، مخصوصا اینکه من DPI رو 300 گرفتم. باید save for web بزنم. save for web که میزنم اینجا رو میزنم روی GIF، همون قصه است.
سیو رو میزنم. توی همون بزنیم فلش شما اسمی رو میزنیم تست دو. این دیگه حتما پلی میشه، اصلا شکش نکن. همین الانش هم به نظرم پلیه. آره اینجا هم پلیش. از خروجی سیف فور وب میگیریم. سیف فور وب میگیریم چون دی پی اچ نیا کن اینجا هم پلیش توی نرم. حالا اینو میدی به طراحای وب، اینزرت میکنن تو نرم افزار وبشون، حالا دریم ویور، وردپرس، جوملا یا هر چیز. خب حالا در قسمت پیشرفته اینجا آموزش میدم که اگر بیای اینجا کانورت کنی تو ویدیو و بعد دوباره به اینو بزنی رندر، میتونی امپگ 4 بگیری، فیلم بگیری ازش. کامپیوترت قوی باشه این جی آی اف تو رو داره تبدیل میکنه به ویدیو. ویدیو که تبدیل کنه اینجا، مثلا من اینجا بهش دوباره میگم تو فلش تو انجام بده کارو، اسمش هم مثلا میذارم تست 3، میگه چه سایزی. خب این فرمت هاست، های کوالیتی سایزش 30 فریم در ثانیه، همه فریم ها، all frames، رندر. شروع میکنه به گرفتن یه خروجی ویدیویی، حالا فکر کنم گرفت و تو اینجا میبینی که فیلم داری. چون صدا نداره اگه بکشی بندازی توی تلگرام، تلگرام همونجا پلیش میکنه. ببینید دیگه ویدیو شد امپک فوره خروجی. آره این هم شد درس وب ما.